تو این فیلم آموزشی میخوایم در مورد کنترل دو موتور به صورت یکی پس از دیگری صحبت کنیم. پس دو موتور به صورت یکی پس از دیگری. خیلی جاهای صنعتی از این مورد استفاده میشه. زمانی که ما نیاز داریم دو یا سه حالا یا یه تعدادی از موتورها رو به ترتیب روشن بکنیم، مثلا نیاز هست که موتور اول روشن بشه، وقتی موتور اول روشن شد موتور دوم اجازه روشن شدن داشته باشه، و وقتی موتور دوم روشن شد موتور سوم اجازه روشن شدن داشته باشه. یعنی تا زمانی که موتور قبل روشن نشده موتور بعدی نمیتونه روشن بشه با استارت کردن. خب مدار فرمانی که اول من مدار قدرت رو میکشم خدمتتون. خب قدرتش که مشخصه، ما دو تا موتور سه‌فاز که داریم دو تا کلید MCCB خواهیم داشت که من MCCB ها رو فعلا حالت در واقع باکسش رو میکشم براتون، و خب فیوزه سه‌فاز هستش که میتونه حالا فیوزهای HRC باشه یا فیوزهای کارتریج. بعدش کنتاکتور هست، کنتاکتور K1M اولین موتورمون بیمتال هستش. دوباره تأکید میکنم اگر این کلید به درستی تنظیم شده باشه شما میتونید بیمتال رو نگذارید تو این مدار. و آخر دست هم موتور سپاس، اسم این موتور میذارن M1 موتور اول. و خب یک موتور دیگه هم داریم که من سریع رسمش میکنم، بیمتالمون و موتور دوم. الی آخر هر تعداد موتوری حالا هست، ما برای دو موتور فعلا رسم میکنه، برای هر سه موتور هم روال همون دو موتور رو داره. خب حالا بریم سراغ مدار فرمان. مدار فرمان خب به این صورت هست که ما از یکی از این فازها استفاده میکردیم دیگه، مثلا فاز L1 متصل میکنیم، یک عدد فیوز تک فاز قرار میدیم. خب اولین المان حفاظتی فیوز بود، دومین المان حفاظتیمون بیمتال هستش، کنتاکت بسته بیمتال. خب ما دو تا بیمتال توی این مدار داریم، پس ما دو تا کنتاکت بسته بیمتال توی مدار فرمان خواهیم داشت. در واقع پایه های 95, 96 و 95 و 96 بیمتال هستش. 95 و 96 دو تا نورمال اوپن نورمال کلوز ها رو استفاده میکنم از دو تا بیمتال، یه بیمتال اینجا داریم یه بیمتال اینجا که خب از بسته هاش استفاده میکنیم سر راه مدار فرمانمون. خب قطعه بعدی که استفاده میکنیم شاسی استوب هست، یه شاسی استوب میذاریم برای هر دوتا مدار، توی مدار یکی پس از دیگری و یکی به جای دیگری که بعدا خدمتتون میگیم، یک شاسی به اسم شاسی کلی
برای دوتا مدار قرار میدم. گرچه این کار رو میتونیم به این صورت انجام بدیم که یک شاسی استوپ برای مدار قرار بدیم، یک شاسی استوپ برای موتور دوم، یعنی یک شاسی استوپ برای موتور اول، یک شاسی استوپ برای موتور دوم. این هم امکان پذیر هستش. خب چون دوتا موتور هست، ما اینجا مدار رو دو شاخه میکنیم، یک شاخه میشه یک شاخه، این برای موتور اول میره، این برای موتور دوم. خب موتور اول خیلی ساده، یک شاسی استارت و بوبین کنتاکتورمون هستش که K1M هست. این شاسی موتور اول رو روشن میکنه. خب اگه خواستیم حالت دائمی داشته باشه، باید یک کنتاکت نگه دارنده اینجا داشته باشه، اسمش رو میذاریم K1M. خب یک شاسی دیگه ما باید در نظر بگیریم برای موتور دوم. به اسم K2M. این شاسی موتور دوم رو وصل میکنه و خب یک نگه دارنده هم داره که K2M. خب تا حالا یه مدار خیلی ساده شد، یعنی شما با این شاسی این موتور رو روشن میکنید، با این شاسی این موتور رو روشن میکنید، ولی این حالت یکی پس از دیگری هنوز برقرار نشده. باید چیکار بکنیم؟ باید کاری بکنیم که تو مسیر این موتور دوم شرط موتور اول رو قرار بدیم، یعنی وقتی موتور اول روشن شد موتور دوم بتونه روشن بشه. الان تو این حالت هر دوتا موتور خیلی راحت بدون اینکه کاری به هم داشته باشن میتونن روشن بشه. خب شما موتور اولی که روشن کردید، کنتاکت های K1M بسته میشه. حالا هر تعداد کنتاکت بسته میتونه داشته باشه. خب گفتیم که تو کنتاکتور ما سه تا کنتاکتمون مربوط به سه فاز هست، سه فاز ورودی و خروجی، و یک کنتاکت نورمال اوپن هم در نظر میگیرن که معمولا برای نگه دارنده استفاده میشه. اینجا دو سر میشه همین دو سر. خب حالا باید یک کاری بکنیم که وقتی این کنتاکتور وصل شد، علاوه بر این که این کنتاکت کنتاکت نگه دارندش بسته میشه، یک کنتاکت نگه دارنده هم، یک کنتاکت در واقع نورمال اوپن هم سر راه مسیر دوم قرار بگیریم، یعنی به این شکل. شما یک کنتاکت باز اینجا در نظر بگیرید، یعنی مسیر رو باز بکنید، کنتاکت نورمال اوپن، اسم این رو بذارید K1. در واقع ما میایم یک دونه کمکی روی سر این کنتاکتور قرار میدیم و از نورمال اوپنش استفاده میکنیم. حالا یا از این نورمال اوپن یا از این نورمال، این رو سر راه کنتاکتور دوم قرار میدیم. در واقع این دو نقطه که ما گذاشتیم و این خط مشکی وسط قطع میشه، این تو مسیر قرار میگیره، این دو نقطه میشه همین دو نقطه، این دو تا ترمینال. خب به این میگن مدار یکی پس از دیگری. تا موتور اول روشن نشه موتور دوم نمیتونه روشن بشه. برای اسکوزاری هاشون هم میتونید برای کلیت ها کیو قرار بده، کیو یک و کیو دو. برای فیوز ها که خب از اول اف سفر، اف یک، اف دو، اف سه، اینجا میتونه بیاد فیوز را ادامه همین قرار بدید، چهار. دوباره اینجا دوتا شاسی کنتاکت پسی بی متال داریم که میتونه بگیم اف 5 و اف 6. شاسی استوپمون رو اس 0 قرار میدیم، این اس 1 استارت، نمیستو استارت.
این میشه مدار فرمان و قدرت کنترل دو موتور به صورت یکی پس از دیگر. حالا اگر یه مدار دیگه داشته باشیم، یعنی یک موتور دیگه داشته باشیم، مثلا M1 M2 یه M3 هم داشته باشه، دوباره اینجا یه شاخه اضافه میشه و بسته باز این سر راه این قرار میگیره، یعنی یک کنتاکت باز مثل همین حالت سر شاخه سوم قرار میگیره به اسم K2M و الی آخر. هر تعدادی که ما موتور داشته باشیم به همین نحو میتونیم به صورت یکی پس از دیگری کنترل بکنیم.